سلام، وقتتون بخیر باشه. ببخشید صدای من توی حد مونو و پایینی قرار داره به خاطر التهاب حنجرم این شکلی. امیدوارم در چند روز آتی صدا بهتر بشه. شما شاهد اولین قسمت از برنامه‌ای هستید که به امید خدا 365 اپیزود داره و این اولین اپیزودشه با نام در چنین روزی. در چنین روزی هدفش پوششی بر وقایع مهم گاهن علمی، عموماً تکنولوژی و بعضی اوقات وقایع مهم تاریخیه که کمتر در موردش اطلاع دارید و جالبه در موردشون بدونید. هر اپیزود متشکل از 5-6 واقعه است که نسخه کوتاه شدهش تو اینستاگرام قرار میگیره، نسخه کامل با توضیحات کاملش در یوتیوب. خوشحال میشم اگر در اینستاگرام این ویدیو رو میبینید، برای کسب اطلاعات بیشتر در یوتیوب باشید. در هر صورت از انتشار گذاشتن اون به هیچ عنوان دریغ نکنید. نظر شما قطع به یقین مثل خبر امروز بسیار کمک کننده و جلو برنده این برنامه هست. لایک هم که دیگه فبه المراده، سابسکرایب نمی‌کنید سابسکرایب کنید دیگه، اون که رایگانه بابا. خیلی خب، بریم سراغ واقعه اول. اول نوامبر در تاریخ چه اتفاق جالبی افتاده؟ 125 سال پیش در چنین روزی، یعنی سال 1895، اکران اولین فیلمی بوده که باید برای دیدنش پول پرداخت می‌کردیم. این فیلم در واقع یه مبارزه مشزنی بوده بین دو مبارز با نام گریفو و بارنت که در یک کافه در نیویورک به اکران در میاد. کارگردان تصویر بردارش آقایی بوده به اسم اتوی لیسم که در سن 38 سالگی به رحمت ایزدی میپیونده و هیچ تصویری ازش در اینترنت نیست و این اولین و آخرین کار و اثر هنریش بوده. البته خیلی از فعالان سینما و این حوزه قبول ندارن که این اولین اکران پولی در جهان بوده، چرا که به صورت رسمی برگزار نشده. اما جالبه بدونید که در IMDB به عنوان اولین فیلم اکرانی پولی معرفی شده و داخل IMDB هم قرار داره. خیلی جالبه. آخرین فیلم پولی که دیدین چی بوده؟ سینما؟ آنلاین؟ اسم فیلم رو برام بنویسید. واقعی دوم خیلی کمدیه، البته تلخ، کمدی تلخه. 109 سال پیش، دقیقاً 109 سال پیش در این روز، یعنی سال 1911، اولین بمباران هوایی توسط ارتش ایتالیا در جنگ با عثمانی رخ میده، در کشور لیبی. البته داستان از این قرار بوده، خلبانی با نام جولیو گاووتی با یک هواپیمای تابای اتریشی اقدام به پرتاب 4 تا نارنجک دستی 2 کیلویی میکنه، یعنی از بالای مقر رد شده، 4 تا نارنجک اینطوری ول داده پایین. هیچ تلفاتی نداشته، اما جالب اینجاست که ارتش عثمانی شاکی شده که داداش چرا نامردی میکنی؟ چرا مثلا دست از پشت میزنی؟ داستان از چه قرار بوده این علت شکایت ارتش عثمانی؟ در سال 1899 قراردادی بسته میشه که در جنگ ها از بالون های هوایی استفاده نکنن. یعنی یه جوری جنگ ها یه مرام معرفتی داشته که مثلا در حد توان همدیگه با هم مبارزه کنن. حالا ارتش عثمانی هم دقیقا همین هواپیما رو داشته که گرچه الان ظاهرش به نظر مسخره میاد و در مقایسه با پهپادها و یا جنگنده F-35 خیلی ابتداییه، ولی به هر حال داشته، ولی به مغزشون نرسیده یا حداقل به قرارداد و پیمانشون پایبند بودن. ولی مسئله ناراحت کننده اینه که همین جوری به اینجا رسیدیم. جنگ. اصلا چرا جنگ؟ ۱۰۹ سال پیش در چنین روزی، دقیقا همون روزی که ایتالیا و عثمانی سر اون 4 تا نارنجک 2 کیلویی داشتن میزدن تو سر کله هم دیگه، تو آمریکا آقای ویلیام دورانت و لوئیس شورولت کمپانی شورولت رو احداث کردن. حالا جالبه بدونید آقای ویلیام دورانت یه صنعتگر، کارآفرین و بازرگان آمریکایی بوده که به نوعی پدر صنعت اتومبیل آمریکا هم شناخته میشه. و از اینها مهمتر، جالبه بدونید این آقا مالک و بنیانگذار کمپانی جنرال موتورز و در زمان حیاتشون کمپانی همین آقای شورولت، اولدزموبیل، پونتیاک، کادیلاک، بیوک و GMC رو به مجموعه جنرال موتورز اضافه میکنن. در نهایت اینم اضافه بکنم، آقای شورولت زمانی که
فوت میکنن ورشکسته بودن و تو کارخونه خودش یه مکانیک بوده. 87 سال پیش در چنین روزی، یعنی سال 1933، شخصی به دنیا میاد که فوتش باعث میشه رینگ تمام ورزش‌های رزمی بلخص بوکس از 3 تا کش به 4 تا کش ارتقا پیدا کنه. آقای دیوی مور یک مشت‌زن بوده که تو مسابقات دفاع از عنوان قهرمانیش دوچار ضربه از ناحیه سر میشه. داستان از این قرار بوده که ضربه میخوره، میفته بیرون و با سر محکم به زمین برخورد میکنه. از سر جاش بلند میشه، مسابقه را ادامه میده، اما زمانی که تو رختکن بوده متاسفانه به کما میره و 3 روز بعد به رحمت ایزدی میپیوندد. و جالب اینجاست که بدونید ویدیوی Who Killed Davy Moore هم در یوتیوب دیده میشه، هست، حضور داره. ویدیو مسابقه شونه. مگسه 68 سال پیش در چنین روزی، بوم، اولین بمب هیدروژنی توسط ایالات متحده آمریکا در جزیره مارشال در اقیانوس آرام تست شد. بمبی به قدرت این مگسی که میره رو مخ من، 10.4 تن TNT. این مغز من بود از این قدرت. برا چتونه جز نابودی بشریت؟ خلاصه که در چنین روزی 68 سال پیش 1952 همچین اتفاق مهمی افتاده و در ادامه ویدیوی کامل این قضیه رو ببینیم. به عنوان آخرین واقعه مهم رخ داده در 1 نوامبر در چنین روزی 15 سال پیش، یعنی سال 2005، یک باگ کوچیک نرم افزاری باعث مختل شدن بورس اوراق بهادار توکیو میشه و از ساعت 9 صبح تا 1:30 بعد از ظهر بورس تعطیل میشه. همه میدونید که خرید و فروش در بازار بورس مدیریت ثانیه هاست. حتی در سراسر جهان و حتی ایران هم اینترنت به خصوص به سهامدار میدن تا بتونه در لحظه عملکرد خودش رو ثبت کنه. حالا داستان چی بوده؟ و ببینین چه ضررهایی رو متحمل شده. داستان از این قرار بوده که سیستم بروزرسانی بازار بورس دچار یک گلیچ نرم افزاری میشه و ساعتها حل کردنش طول میکشه. در نظر بگیرید مهندسین ژاپنی که مولا درز کارشون نمیره چه فشار سنگینی رو تحمل کردن و در جریان این قضیه چندین نفر هاراکیری کردن. هاراکیری، اگر در جریان نیستید، نام خودکشی سنتی در ژاپنه که اون شخصی که قصد داره خودشو بکشه این چاقو برمیداره میزنه تو شکمش. خیلی دردناکه و این بزرگترین اختلالی بوده که از سال 1999 که بورس به صورت کلی الکترونیکی میشه اتفاق افتاده. اولین اپیزود از در چنین روزی در تاریخ 1 نوامبر سال 2020 به پایان رسید. مهمترین کاری که شما میتونید الان برای من انجام بدید در جهت حمایت اینی که کامنت بذارید و نظرتون رو به هم بگید. لایک کردن و سابسکرایب کردن که جزو واجبات نمیگم ولی جزو محبت و بزرگی شما رو میرسونه. من خیلی چکر شما، منتظر حمایتتون هستم. ارادتمند اهورا نیازی.